فضا تخت بود، متریک اتامیونیو بود، متریک مینکاوسکی. حالا شده جیمینیو. خب تفاوت جیمینیو منهای اتامینیو این انرژی مومنتومی که دنبالش میگردیم برای فضا باید در این تفاوت وجود داشته باشه. به همین ترتیب هم عمل کردیم دیگه. ببینید این مسائل در تمام فیزیک، تمام مسائل غیر خطی پیچیدگی های زیادی دارن و هنوزم که هنوزه مسائل غیر خطی رو تحلیلی برای اکثریتشون نداریم، مگر یه چند چیز خیلی ساده. بله، یعنی که نگران نباشین اگر خیلی تو مغزتون نمیشینه. یعنی چی؟ ناشی از غیر خطی بودن این نظریه اینشتینه. دیگه ببینید، شما وقت که سوال نمی کنین به من میگین دفعه پیش کتاب رو نخوندی، دقت نکردی. دورم میشه. ببینید در گرانش ضعیف میگیم فضا عملا تخته، یه اغتشاش کوچیکی درش هست. مثلا سطح آب ساکن تخته، ولی یه بادی به وزه این یه اغتشاشی درش به وجود میاد و این اغتشاش هم معمولا به صورت موج منتشر میشه. درسته؟ اون وقت در مورد موج گرانشی هم همین رو، همین مثال تو ذهنتون باشه. خورشید الان نشسته ساکن سر جاش، اطرافش هم فضای شوارتشیلده. درسته؟ حالا فرض کنین که عطارد چرخید دور خورشید و افتاد توی خورشید. این امکان داره اتفاق بیفته. اون وقت یه دفعه این متریک مینکاوسکی اطراف باید عوض بشه دیگه، به خاطر اینکه الان جرمش شده جرم خورشید به علاوه عطارد. خب پس اون وضع سابقی آرامی که بود متریک شوارتشیلد اولیه اون مختل شده. این اختلالات منتشر میشه در همه جا، برای اینکه مثلا مشتری اون دوردستا نشسته تحت تاثیر گرانش خورشیده دیگه، نه؟ و اگر گرانش خورشید تغییر بکنه اون سر جاشو باید عوض بکنه، مختل میشه چیزش، مدارش. وقت این خبر چگونه بهش رسیده؟ به صورت همین اختلالات موج گرانشیه که اختلالات میدان گرانشیه که به صورت موج منتشر شده و رسیده به مشتری مثلا در اون فاصله دور بود، یا هر چیز دیگری که بتونید تصورش بکنید. حالا شاید امروز بهش برسیم. این شور و هیجانی که بود 3 سال پیش 2015 که موج گرانشی کشف شد در روی زمین دیتکت کردیم، اون داستانش عبارت از این بود که 2 تا ستاره که به صورت سیاه‌چاله در آمده بودن، متراکم شده بودن ولی دور هم میچرخیدن و این افتادن توی هم. وقتی که افتادن توی هم یک حادثه بسیار بسیار بزرگی، 2 تا سیاه‌چاله هر کدومشون چندین برابر خورشید یه دفعه بیفتن توی هم دیگه.
و مقدار زیادی انرژی آزاد میشه و میدان گرانش در اطرافشون تغییر میکنه. وقت این تغییرات میدان گرانشی بود که بعد از 3 میلیارد سال به ما رسیده بود در زمین اون رو دیتکت کردیم. و نحوه دیتکشنش هم این بود، اینجا من یه شعر کوچیکی دادم، این بود که در یه انترفرومتر فابری پرومانند یکی از این بازوها که موج گرانشی ازش رد شد فضاست دیگه، یه بازو فضاست، این فضا یه خورده موج برداشت و ما در نتیجه پترن پراش در انترفرومتر عوض شد برای یه مدت کوتاه که موج آمد و رد شد. نه، برای اینکه اون منبع دوره. زمان برای یه فوتون کوتاه میشه ولی نه برای شما. برای شما زمان مختصاتی خودتونه، باز اندازه میگیرید. تا اونجا که این فیزیک موجودمون میگه ما اون فرض رو نمیتونیم بکنیم، مگر اینکه شما یه جای فیزیک رو دستکاری بکنیم بگین که این اون چیزی که من میخوام باشه. تازه اونم چیزی خواهد بود که شما میخواییم باشه، آیا خدا هم خواسته اونطور باشه یا نه، چیز دیگریه. اینو بذارین فصل نمیدونم دهم یازدهم این که آنشناسیه، بذارین وقتی که اونجا رسیدیم یه خورده مقدمات که آنشناسی رو بخونیم، ببینیم بر چه مبنای ما مدلای که آنشناسی میسازیم و اونجا بحث بکنیم. موج گرانشی، ببینید موج گرانشی، شما این اصطلاح رو از چیز گرفتین، از امواج کلاسیک روی کره زمین یا از امواج الکترومغناطیس گرفتین که یه فنر حلقوی در نظر بگیرین، این میتونه حلقه‌اش به هم دیگه نزدیک بشه و دور بشه و موج حرکت بکنه، این رو میگین موج طولی. اون چیزی که اتفاق میفته در طول فنر اتفاق میفته. یا اینکه نه، میتونین فنر رو یه خورده بیارین پایین رها بکنین و موج اینجوری میره، هر حلقه سر جای خودش بالا پایین میره، در حالی که در قبلی هر حلقه در سر جای خودش در طول فنر جا به جا می شد. وقتی این اصطلاحات طولی و عرضی رو مطرح کردین، اینجا موجتون چه نوع کمیت فیزیکیه؟ جا به جایی این حلقه، درسته؟ جا به جایی حلقه است که تغییر میکنه بر حسب زمان و مکان، میگین این موجه. این جابجایی چه نوع کمیتیه بین اون چیزهایی که شمردیم؟ کمیت نرده‌ای، برداری، تانسوری و فلان. کدوم یکی از این هست؟ سوال خیلی مشکله؟ ببین من همه چیزشو گفتم دیگه. ببینید اون چیزی که شما میگین موج، جابجایی یه حلقه از وضع تعادل خودش
که منتشر میشه. این جابجایی یا عمود بر امتداد انتشاره یا در امتداد انتشاره. این جابجایی چه نوع کمیتیه؟ نرده‌ای، برداری، تانسوری چیه؟ برداری دیگه. خب و این رو میگین موج. حالا این بردار ممکنه در تغییرات در بردار رو میدونید دیگه چجوریه، به چرخ سر جاش یا اینکه تو مقدار طولش جا به جا بشه و فلان اینا. ولی من اگر میگفتم که موج صوتی در هوای این اتاق هست و این موج صوتی رو میگم که در هر نقطه این هوا که اختشاش ازش رد میشه فشار هوا کم و زیاد میشه، فشار هوا کم و زیاد میشه، این فشار چه نوع کمیتیه؟ فشار اسکالری، گرادیان فشار نیروه، بله. ولی این فشاری که از یه نقطه به نقطه دیگر تغییر میکنه. خب اینجا صحبت این که این عرضی هست، طولی هست، معنا پیدا نمیکنه. برای اینکه اگه بردار بود شما میتونستین بگین که عرضی هست یا طولی هست. یا مثلا موج، حالا برم موج الکترومغناطیس. موج الکترومغناطیس میگین که یه بردار ای هست و یه بردار بی هست، منتشر میشن. وقت امتداد انتشار، امتداد میدان ای رو هم شما میگین پولاریزیشن. وقت و این پولاریزیشن عمود بر امتداد انتشاره و بنابراین امواج نورانی میگین عرضیه. درسته؟ خب حالا برسیم به موج گرانشی. موج گرانشی چیه؟ اجمی نوه، اختلال در متری که داریم پیگیری کردیم. این اجمی نو که توی اینجا میبینین اون موج گرانشی، اون تانسوره. حالا این یه کمیت تانسوریه. اون وقت این یه معنا پیدا نمیکنه بگیم عرضی هست یا طولی هست. توجه کردین؟ ولی یه جور دیگه توصیف کردیم این رو. گفتیم که این اجمینو این هی تعدادش 10 تا بود، بعد نمیدونم گفتیم این شرطی که در اینجا داریم، شرطی که در اینجا داریم 4 تا رابطه است بین کیها و ایمیوها. اون وقت تعداد اجمینوهای مستقل رو تبدیل میکنه به 6 تا، 10^6، 10^4 میشه 6 تا. بعدم این پایین گفتیم که هنوز آزادی عمل دارین در انتخاب مختصاتتون، در انتخاب این تانسورتون. اگر این ایمینو که الان 6 مؤلفه داره بهش یه بردار اپسیلون میو اختیاری انتخاب بکنید و از روی این اپسیلون میو و کی میو این ای پرایم میو نیو رو درست بکنید، این ای پرایم میو نیو همون کار رو میکنه که ای میو نیو میکرد. و چون آزادی عمل دارین در انتخاب اپسیلون میو، شما میتونید قید بگذارین خیلی خوب از اون 6 تا که مونده 4 تای دیگرش هم حذف کردین، میمونید 2 تا. و در نتیجه همین رو گفتیم که حالا این تانسور 4×4 رو که 2 مؤلفه بیشتر نداره یا اینجوری انتخاب بکنید یا اینجوری انتخاب بکنید. اون وقت این رو یک کلمه ای هم از الکترومغناطیس قرض گرفتیم، گفتیم که این پولاریزیشن 1، این پولاریزیشن 2، قطبش 1 و قطبش 2. میخوایم بگیم که این نظیر قطبش خطیه، این دوتا، این و این. و
اتفاقا عمود بر هم باید باشن هستن یا نه؟ این تانسور ضرب در این تانسور یک یک میشه یا نه؟ یه صفر صفر میشه یا نه؟ یکی دون بکنیم ببینم. من این سوال هیچ وقت برام پیش نیامده بود امتحان بکنم. پاشو اونجا بنویس، پاشو روی تابلو بنویس. شما اسمتون؟ حقیقت؟ قلی‌زاده. حقیقت. خب تند بنویس. فقط این دو در دوش بنویس. بنویس یک منهای یک. نه اونا رو نمیخواد. یک منهای یک. نه فقط ببینید یه تانسور چهار دو در دو بنویس. یک منهای یک. خب صفر صفر و ضرب در ضرب در صفر یک یک صفر. ببینید چی میشه. نه متعامل نیستن. به معنی که من فکر میکردم این دوتا ضرب در هم بشن و صفر بشه نیستن. در هر حال ما دو تا قطبش داریم برای یه چیز. این قطبش هم از الکترومغناطیس قرض گرفتیم. اونجا پولاریزیشن میگفتیم به دو امتداد عمود بر همه میدان الکتریک رو این هم قرض کردیم. به این صورت میگیم صرف میشه. درست ضرب نکردی؟ این در این، این در این صفر، این در این، این در این، این صد در این ستون، این در این، این در این منهای یک، درست؟ نه ببین عمود بودن تانسورها رو نمیفهمیم. به چی بگیم؟ تو تانسور چجوری باشن که بهش میگیم عمودن؟ من همچی تعریفی هم نکردیم تا به حال برای تانسور. بشین. این رفتار موج گرانشی در چرخش دستگاه مختصات. شما اگه دستگاه مختصاتتون رو چرخش بدین و یه تانسور یک چی میگفتیم یه ماتریس روتیشن به دست میارین، این آر در اینجا. خب هر برداری که ببینید این تانسور دستگاه مختصات چرخوندیم به اندازه دتا صفحه ایکس وای رو حول محور زد ها، چون کی که ما در موج گرانشی میگرفتیم از اول گفتیم که در امتداد زد ها باشه، بنابراین صفحه ایکس وای که داریم میچرخونیم اون وقت این ماتریس چرخشه. حالا اگه یه بردار داشتین میدونین بردار رو چطور ترخش بدین. آر ضرب در اون بردار. اگه یه ماتریس داشتین دو تا آر باید ضرب بکنید. یک یه ماتریسه چرخیدش ای پرایم یک میشه آر آر ترانسپوز ضرب در ای یک ضرب در آر، این میشه دو کوسینوس دو تتا. و اگر تتا را بگیرین پی ای پرایم یک برابر میشه با ای یک، درسته؟
یعنی یه به یه موجودی برخوردین. ببینید این قلم اگر 24 اگر 2π 360 درجه بچرخونیم برمیگرده به خودش. من رو 360 درجه چرخونده و حالا یه موجودی پیدا کردین که 180 درجه میچرخونیم برمیگرده به خودش. این تانسور E1 یا E2 نگاه بکنیم به این فرمولا. ببینید E1 اینه، چرخیدش E'1 اینه. حالا اگر تتا بشه پی، کوسینوس دو پی میشه 1، وقت E'1 میشه 1 منهای E1، یعنی همون E1. یا همینطور E2، سینوس E2 سینوس دوتا اینش صفر میشه، این یکی خود E2. خب وقت E1 اگر این رو من پی دوم بگیرم، وقت این صفر پی دوم اگر بگیرم این میشه پی چهارم اگر بگیرم این میشه کوسینوس پی دوم، صفر میشه، این میشه کوسینوس پی دوم 1 میشه، وقت E1 تبدیل میشه به E2 با دامنه متفاوت. در اینجا هم همینطور اگر پی چهارم بگیرین E'2 تبدیل میشه به E2، ببخشید این منهای E2. و بعد گفتیم یه چیز دیگری هم سراغ داریم، اسپینورهای دیرک هستند، الکترون که اسپینور دیرکه، اون اسپینورها اگر دو دور به چرخن برمیگردن به خودشون. اسپینور با اسپین 1/2 دو دور به چرخه برمیگرده به خودش، بردار 1 دور به چرخه برمیگرده به خودش. و اینجا این تانسورا، این ایهای پولاریزیشن های موجگرانشی، ماتریس های 2/2 هستن، اینا با نیم دور چرخش برمیگردن به خودش. خب بعد گفتیم اگر فکر میکنیم اگر کوانتومی بکنیم این رو، بتونیم بگیم که سپینور اسپین 1/2 داره، فوتون که کوانتومی شده یه موج الکترومغناطیسه اسپین 1 داره، و اینا اگر کوانتومی بشن یک روز و بتونیم از گراویتون صحبت بکنیم، گراویتون اسپین 2 داره، 1/2 1/2. آقای امیدی این رو برای شما میگم، میتونی یه چیزی ایجاد بکنی که 1/2 1/2 برابرش 4 پیدا بکنید، شما این رو بیافرینید، علاقه داریم به این چیزا. فهمیدید چی گفتم؟ چه بدونم من، اگه میدونستم به شما نمیگفتم انجام بدین. شما سرتون برای این چیزا میخاره، اون خاطر بود. خب حالا برو فکر بکن. خب اما موج گرانشی چگونه به وجود بیاریم؟ موج گرانشی رو چگونه به وجود بیاریم و چگونه دیتکت بکنیم؟ برگردیم به الکترومغناطیس که چون آشناتریم.
اول اونو یادمون بیاریم و بعد بر به موج الکترومغناطیس به موج گرانشی برگشتیم کمک میکنه این معلومات الکترومغناطیسمون. شما اگر یه الکترون داشته باشین این به هر نحوی نوسان بکنه یه الکترون ساکن دور برش میدان الکتریکی ساکن داره، ولی اگر حرکت بکنه نه وقت میدان الکتریکیش هست، یه میدان مغناطیس هم پیدا میکنه و این میدان مغناطیس چون این حرکت میکنه اونا هم بر حسب زمان تغییر میکنن و اون وقت این منتقل میشه، این موج گران، این تغییرات بر حسب زمان به صورت موج منتقل میشه. صرفا حرکت شتابدار یک الکترون میتونه موج الکترومغناطیسی منتشر بکنه. حالا میرسم اینا وقت مثلا این رادیو تلویزیون که تهران نشسته و موج پخش میکنه و ما توی رادیومون توی تلویزیونمون میگیریم چه کار میکنه؟ یه آنتن داره، در طول این آنتن یه میله است، به یه نحوی یه جریان الکتریکی متناوب ایجاد میکنه، بالا پایین میره و این جریان الکتریک میدان الکتریکی که بیرون میده یه دایپوله، میدان یک دایپوله. و وقت این دایپول وقتی که بر حسب زمان تغییر بکنه چیز ایجاد میکنه، موج گرانشی ایجاد میکنه، موج الکترومغناطیسی ایجاد میکنه. دایپول چیه؟ اون چیزی که توی الکترومغناطیس خوندیم، یه بار مثبت اینجا، یه بار منفی اینجا، و بعد بار منفی پایین بگذاریم، بار مثبت رو بالا، با فاصله دی. این دوتا بار مساوی هم باشن. و وقت اسمشون هم باشه منهای کیو و کیو. این فاصله هم اگر دی باشه، برای این یک دایپول تعریف میکنیم کیو ضرب در دی، این دایپوله. حالا اگر فاصله اینها کم و زیاد بشه یا دور هم بچرخن فرقی نمیکنه، بالاخره تغییره در این دایپول و این موج گرانشی ایجاد میکنه، ببخشید موج الکترومغناطیس ایجاد میکنه. یه بار کل کیو اگر بگذارین اینجا و این به صورت کروی نوسان بکنه، این موج الکترومغناطیس ایجاد نمی کنه. و اگر باشم اینا رو بنویسم بهتره. یه دایپول کیو ضرب در دی، خب اینم یک دایپول منهای کیو ضرب در دی، یعنی اینجا الان منهای دو کیو اینجا هست، یک کیو اینجا هست، یک کیو اینجا. رو هم رفته بارا رو جمع بکنی صفره، بار کل صفره، ولی چون فاصله دارن از هم دیگه این یک کوادروپوله، چهار قطبیه. البته این تنها راه کوادروپول درست کردن نیست، شما میتونستین این کار رو بکنید، بگین که دو تا دایپول وارونه هم دیگه بگذارین و یک کوادروپول درست بکنه، منهای کیو کیو منهای کیو کیو، این ترتیب باشه، اونم کوادروپول. میتونه هشت قطبی درست بکنید،
لنگه اینو درست بکنید، یه خورده در این ور جا به جا بکنید، وارونش بکنید، جا به جا بکنید، یه هشت قطبی درست میکنید. ولی اولین و بزرگ و بزرگترین گرانش، موج گرانشی، موج الکترومغناطیسی رو شما از دایپول میتونید به دست بیارید. دایپول رادیشن الکترومغناطیس دارید، کوادروپول رادیشن الکترومغناطیس هم دارید، اکتوپول هم دارید. ولی اونا به تدریج که این مولتی پولا رو درجهشون میبریم بالا، مرتبهشون میبریم بالا، کمتر و کمتر مشاهده میشن. و اما توی گرانش شما با جرم مثبت و منفی ندارین. هر جرمی که سراغ داریم، جرم مثبت گرفتیم از روز اول، میتونستیم البته منفی بگیریم ولی مثبت گرفته شد. این جرم 4 گرم وزن داره، 8 گرم وزن داره، مثبت هم حساب کردیم. چیزی نداریم منهای 8 گرم بگیم که این جرم داره. و بنابراین دایپول نمیتونین درست بکنید از این. دایپول گرانشی نمیتونین درست بکنید. ضمناً اینم بگم، دایپول الکترومغناطیسی اگر تعداد بار کیو داشته باشین در مکان کیو آی در مکان اکس آی، اون وقت شما این رو کیو آی در اکس آی، اینو اگر جمع بکنید روی آن آی ها، این بار کل میشه کیو. اگر این رو کیو آی در اکس آی رو ضرب بکنید در اکس آی، این همون بردار دیه، این یه بردار پی میده، این دایپوله. اگر کیو آی در اکس آی در اکس آی در اکس در اکس آی در اکس آی، این جای بار رو نشون میده. ببینم این رو بگم در اکس آی باز، این رو بگم مؤلفه جی این، مؤلفه جی نگم، مؤلفه ای این و مؤلفه بی این. این یه چیزی به من میده، اسمشو ببینم چی میتونم بگذارم. کیو ای بی روی آی ها جمع میذارم، این کوادروپوله. حالا میخواین اکتوپول درست بکنید، یه دفعه دیگه به این اکسا ضرب بکنید، این 8 قطبی میشه. 16 قطبی میخواین درست بکنین، یکی دیگه ضرب بکنید، اون وقت یه اندیس دیگه اضافه میشه. خب اون وقت برای بار الکتریکی همه اینها رو میتونین داشته باشین. البته این چون مقدار ثابتیه، بار کلی که به دستون دادن اون مقدار ثابتیه، بنابراین ازش انتظار نمیتونین داشته باشین که تغییراتی بکنه و اون وقت یه موجی ایجاد بکنه. ولی این رو اگر این بارها جا به جا بشن، این اکسای تغییر میکنه، این بر حسب زمان تغییر میکنه. اون وقت پس مراقب تغییرات این به صورت موج گرانشی منتشر میشه، همینطور این یکی. ولی حالا بیایم به جرم صحبت بکنیم. این دفعه بگم جرم ام آی در موقعیت اکس آی، جرم ام ای بذاری نوتاسیونم عوض بکنم، ای شماره میکنه ذرات رو و اینم جاهاشونه. خب ام ای ها جمعشین روی ای، این یه جرم کل میشه، این مقدار ثابتیه، در حد ما هم نیست اون ام رو تغییر بدیم، مقدار ثابتی. دایپول مومنت این یعنی چی؟ یعنی هر ام ای ضرب در اکس ای
روی ای جمع بزنین، وقت این رو یادمون هست، خواهد شد جرم کل ضرب در یه اکس بزرگ می نویسم که این مختصات گرانگاهه، جرمه. وقت اگر به سیستمتون نیروی وارد نشه، این گرانگاه ثابته یا حرکت یک نواخت داره، درسته؟ ببین تعداد زیاد جرم، وسط زمین آسمان ول کردین، هیچ نیروی دیگری بهش وارد نمیشه. اینا حرکت هم بکنن، حرکت نسبی نسبت به هم داشته باشن، ولی این ام اکس مقدار ثابتیه. گرانیگاه حرکت یک نواخت داره. بنابراین اینم تابعی از زمان نیست، نمیتونه چیز داشته باشه، موج گرانشی ایجاد بکنه، در صورتی که دایپول الکتریکی میتونست، به خاطر اینکه بارهای مثبت و منفی داشتی میتونست موج گرانشی ایجاد بکنه. بنابراین این دایپول گرانشی نمیتونه موج گرانشی ایجاد بکنه. بریم سراغ کوادروپول، بگیم که یک کمیت جدیدی درست بکنم، باز ام ای ضرب در اکس ای مؤلفه آی این ضرب در یه اکس ای مؤلفه جیش روی ای جمع بزنم و اون وقت یک کمیتی به دست بیارم. چطوری که بگم چی بگم خوبه؟ نه ام نگم، دی بگم، دی آی جی. این دی آی جی میتونه تغییرات نسبت به زمان داشته باشه، اگر اینا تابعی از زمان هستن میتونه داشته باشه، در صورتی که اینجا اگر این تابعی از زمانم باشه، این مقدار ثابتیه، تابعی از زمان نیست، و همینطور اونم که مقدار ثابتی. و حالا اگر این تغییر بکنه، این دایپول، این کوادروپول مومنت جرمه که میتونه تغییر بکنه. بنابراین موج گرانشی اگر انتظار دارین به وجود بیاد، باید سیستمتون یک دایپول داشته باشه، کوادروپول ببخشید، کوادروپول مومنت داشته باشه، و این کوادروپول مومنت بر حسب زمان تغییر بکنه، وقت میتونه موج گرانشی ایجاد بکنید. مثلا ببینم که من این موج کوادروپول رو چطور به وجود بیارم. دو تا ستاره، اینم گرانیگاهشون، اون وقت این ام یک در فاصله آر یک، این ام دو در فاصله آر دو، اون وقت ام دو. من این رو تشکیل میدم، دی آی جی برابر خواهد شد با ام یک آر یک مؤلفه آیش آر یک مؤلفه جیش، به علاوه این سامنشن هم نمیخوام دیگه، این دارم جمع می نویسم، به علاوه ام دو آر دو مؤلفه آیش آر دو مؤلفه جیش، این دی آی جی.
اون وقت حالا این آیه رو مقدار بگذاریم. مؤلفه آر آر، مؤلفه آر آرش صرفاً خواهد شد ام یک آر یک دو به علاوه ام دو آر دو دو، یه همچین چیزی خواهد بود. حالا اگر این دو ستاره دور هم میچرخن، وقت این کمیت میتونه تغییر بکنه و موجگرانشی بده. ستاره های دو تایی که دور هم میچرخن موجگرانشی میتونن بده، حالا چه در مدار دایروی باشن چه در مدار بیضوی باشن، میتونن موجگرانشی رو بدن. اینجا محاسبات خیلی زیاده و پیچیده است، نمیخوام حواستون رو به این چیزا پرت بکنم. خیلی ساده این رد خواهم شد چگونه موج گرانشی ایجاد بکنیم. اینو بخونیم. مقایسه موج گرانشی با موج الکترومغناطیسی. در طبیعت بار الکتریکی به دو صورت مثبت و منفی آفریده شده. میتوان برای سیستم های الکترومغناطیسی دو قطبی الکتریکی یا مغناطیسی یا هر دو رو تعریف کرد و تابش الکترومغناطیسی دو قطبی داشت. ولی جرم مادی تنها به یک صورت وجود دارد و اون هم مثبت گرفته شده است. بنابراین دو قطبی انرژی یا جرمی وجود ندارد و به تبع تابش گرانشی ناشی از دو قطبی هم نخواهد بود. تابش گرانشی یک جرم چرخنده. اینا تا اونجا که میفهمین فرمولا رو میگم، اگر یه خورده پیچیده شد رد میشم. ببینید یه سیستم، یه دمبل داره میچرخه. اگر شما یه نفر باشه همراه با دمبل میچرخه، این سر دمبل رو در یه مختصه x1 خواهد دید، اون سرش رو در یه مختصه x2. ولی اون کسی که بیرون وایساده x1 رو خواهد گرفت، خواهد گفت x'1 کوسینوس امگا تی منهای x'2 سینوس امگا تی. ببین x' ها در مختصاتی که با دمبل میچرخند، x'1 x'2 مختصات دمبل از نظر یه ناظری که همراه با دمبل نشسته تو مرکز جرم دمبل و میچرخ باشه. من که از بیرون نگاه میکنم و نمیچرخم همراهش، برای دو سر دمبل میتونم x1 و x2 تعریف بکنم و دورانم در امتداد محور زد هاست. x'3 مساوی x3، x'1 مساوی x1 کوسینوس امگا تی بنا x'2 سینوس امگا تی. این فرمول آشناست دیگه براتون، نه؟ خب و یه IIJ تعریف میکنه. من اونجا دی گفتم، این آی گفته. IIJ عبارت باشه رو در x'، ضرب در x'1، x'2، دی سای. این چیز تانسور اینرسیه برای توی درس مکانیک خوندید. حالا این تانسور اینرسی رو و هر سیستمی هم سه تا محور اصلی اینرسی داره که اگر امتداد محورهاتون رو روی اون محورهای اینرسی بگذارین، تانسور IIJ قطریه. از مکانیکتون اینا یادتونه یا نه؟ اگه یادتون نیست برگردین کتاب مکانیکتون رو بردارین بخونین.
هر سیستمی سه تا محور اصلی انرژی داره. اگر محورهای مختصاتون رو روی اون محورها بگیرین، اون وقت تانسور انرژی قطری هست. I1، I2، و I3. وقت خیلی وقتا اگر جسم کج و کوله باشه تشخیص محورهای انرژی آسان نیست. ولی اگر تقارن داشته باشه، به هر نحوی تقارن داشته باشه، این قلم مثلا تقارن استوانه‌ای داره، حتما یکی از محورهای اصلی انرژی این محور تقارن. یا این کتاب تقارن داره نسبت به این صفحه، به این صفحه و به این صفحه. پس بنابراین محورهای انرژی در مرکز کتاب بگیرین، یکیش اینه، یکیش اینه، یکیش همین. تقارن نشون میده. تخم مرغ یه تقارن محوری داره، حتما یکی از محورهای اینه. دو تای دیگه در مقطع گرانشی اینن، حالا به اختیار میتونین چون تقارن داره. اگر مقطع تخم مرغ دایره باشه، وقت در اون صفحه خواهد بود، اختیار دارین هر جا انتخاب بکنید. ولی خب همین رو من اگر دیار رو بیام حساب بکنم، خواهد شد 1/2 اومیگا 2 I1 I2 بعد I1 منهای I2 کوسینوس 2 اومیگا. اینا به دست آوردنش خیلی آسونه. صرفا بیاین اینجا به جای اکس پرایم ها اینا برگردین اینا رو بنویسین، از روی این برگردین x1 x2 x3 رو بر حسب اکس پرایم ها بنویسین، بگذارین تو این فرمول اینا به دست میاد. و اینجا میبینید که D1 به زمان بستگی داره. این تیکش نه، ولی این تیکش کوسینوس 2 اومیگا برای یه دنبلی که داره میچرخه کوسینوس 2 اومیگا یکی D1 2 دارین، کوسینوس 2 اومیگا 2 دارین، D2 2 دارین که اینجا کوسینوس 2 اومیگا تی داره، اون جملهش هم ثابته. D3 3 3 یعنی نه کدام فرمول 8 8 8 خب بنابراین یه دمبل که میچرخه بر حسب زمان تغییر خواهد کرد. حالا دمبل نباشه، یه جفت ستاره باشه که در یه مدار دایروی میچرخن دور هم دیگه، این شما میتونید چیزاشون حساب بکنید. خب حالا قبلا حساب کرده من گذاشتم اینا رو که توی موج گرانشی چقدر انرژی وجود داره، من همه اینا رو رد میشم و بقیه داستان رو از کجاش آغاز بکنم. برای تولید موج گرانشی باید بریم سراغ مادی انیشتن و بعد ببینیم که چه تقریب هایی زدیم، از چه چیزا صرف نظر میکنیم، چه چیزا رو نگه میداریم. اون وقت به این فرمولا خواهیم رسید و توان موج گرانشی رو به دست میارین
اینجا یه پی دارین. من این پی رو فقط بهتون نشون بدم. این پی بله. بله. برای فرکانس اومگایی که داره میچرخه، این فرکانس اومگا، اومگای چرخشه، اون وقت توان کلی که ازش به دست میارین اون دی آی جی ضرب در دی آی جی منهای یک سوم دی آی آی به توان دو، این توانیه که از یه موج گرانشی بوجود. حالا این فرمول را بیاییم برای یه ستاره دوتایی در نظر بگیریم که دور هم دیگه میچرخن و حساب بکنیم ببینیم که چه عددی به دست میاریم. اگر با این دی آی هایی که اینجا داریم یک دو دو و سه سه پی رو حساب بکنید این به دست میارین 32 تقسیم بر 5 تقسیم بر 30 به توان 5 ضرب در جی ضرب در اومگا 6 به توان 2. اومگا یادتون نره این دوران دستگاه دوران این دمبل بود دور خودش و ضرب در مومان انرژی به توان 2 و ضرب در اکسنتریسیتی چیز مدار دوتایی. وقت اینو خوب نگاه بکنید ببینید اگر اکسنتریسیتی صفر باشه یعنی مدار دایروی باشه باز چیزی تغییر نمی‌کنه و چنین ستاره ای چنین جفت ستاره ای موج گرانشی نخواهد داد مگر اینکه مدار بیضوی باشه اون ای غیر از صفر باشه. ای هم یادتون باشه عبارت بود ای دو قطر بزرگ منهای قطر شعای بزرگ منهای شعای کوچک تقسیم بر شعای بزرگ به توان دو رادیکال. این ای دو همونه. وقت توی منظومه شمسی هم میدونیم که مداره اکثرا دایروی هستن و این ای ها خیلی کوچیکه برای هر کدوم از این سیارات. زمین تقریبا مدار دایروی میچرخه یعنی ای برایش خیلی نزدیک به صفره. برای اتوارو دفعه پیش نگاه کردیم یک دهم بود که اگر اشتباه نکنم مدار اتارود اکسنتریسیتی مدار اتارود عدد یک دهمی به نظر من میرسه بود. دو دهم بود ای یا ای دو ای بنابراین ای دو خواهد شد 400 وقت اون سرعت سی به توان 5 در مخرج این عدد رو خیلی کوچک میکنه و اومگا 6 این ستاره های دوتایی انواع اقسامشو داریم میتونن از چند سال دوره تناوبشون از چند سال شروع بشه به چند روز برسه به چند ساعت برسه و اگر خیلی کوچک شدن و نزدیک هم شدن به حدود دقیقه و ثانیه هم برسه. بنابراین اون اومگا ممکنه که برای مثلا اگر دوتایی داریم هر دو سیاه چاله شدن و خیلی نزدیک شدن به هم دیگه اومگا نسبتا بزرگ باشه و جبران بکنه اون بزرگی سی پنجی رو که در مخرج هست. و حالا یک جفت ستاره هر کدام به جرم ام به فاصله آر از هم دیگر به مانند یک تک ستاره با جرم کاهش یافته ام دوم نیروی جی ام دو بر آر دو بر اون اثر می کند ظاهر می شوند. برای چنین سیستمی خواهیم داشت این اعدادم بد نیست مد نظر داشته باشید ببینید این عدد رو
عدد رو حساب کرده، اومیگا رو حساب کرده، این مقداره و همه اینا رو جایگذاری کرده، پی مساوی با این مقدار. عدد که بگذارین، اینا که میشناسیم عددشو، 6.4 × 10^60 اون وقت 2gm/c2/c gs و این رو برای جرم خورشید و فاصله چقدر؟ 1 astronomical unit. astronomical unit میدونین چیه؟ تعریفش فاصله متوسط زمین تا خورشید 150 میلیون کیلومتر. این رو اگر برای 1 astronomical unit R رو بگذارین، 1 astronomical unit و این هم بگذارین جرم خورشید، وقت این عدد خواهد شد 1.5 × 10^12 هر جرمی تقسیم بر جرم خورشید، بعد 1 ÷ R/astronomical unit ضرب کیلووات، برات به کیلووات تبدیل شده است. خب ضمناً اینم توجه میکردن غیر از آر این شعاع شوارتشیلده، 2gm/c2 این هست شعاع شوارتشیلد تقسیم بر آر به توان 5 و برای خورشید اگر این رو حساب کنید شعاع شوارتشیلد 3 کیلومتر آر 150 میلیون کیلومتر، یعنی 1/5 میلیونیمه، 1/5 میلیونه، تازه اونم به توان 5 میرسه. ببینید چقدر میشه، 10^32 اینطورا میشه، 5 × 5 × 5 × 5 × 5 چقدر میشه؟ 10^32 اینا میشه، منهای 32 این عدد. ولی خب 10^60 اونجا هست، میتونه از پسش بر بیاد. خب جمله درون پرانتز در تساوی اول نسبت شعاع شوارتشیلد به فاصله ستاره است، ستاره است و بی بعد است. ضریب عددی در تساوی دوم برای جرم خورشید به فاصله 1 واحد نجومی حساب شده است. برای یک خوشه کهکشانی یا خوشه از کهکشان که کم و بیش ویریالی شده باشند میتوان فرمول زیر را برای تخمین بزرگی تابش گرانشی به کار برد. ولش کنید اینا را. چی؟ یه جفت ستاره داره میچرخن. آره چی رو میگین؟ خروج از مرکز. ها خروج از مرکز رو اونو نمیدونم، باید بشینم تمام محاسبات از اونو نگاه بکنم که چگونه به وجود آمده. خب برای یه جفت ستاره است که اینطوری به دست آوردیم. حالا میگه که شما یک کهکشان داشته باشین، اون وقت ستاره هاش در هم و بر هم دارن حرکت میکنن ولی به یه نوعی تعادل رسیدن، ویریالی شدن. ویریالی شدن میدونین یعنی چی؟ قضیه ویریال میدونین چیه؟ ها؟ بله، دو تی به علاوه وی مساوی با صفر، دو انرژی سینتیک به علاوه انرژی پتانسیل مساوی با صفر، چون انرژی پتانسیل منفیه. و اینو میگیم تقریبا گونه حال تعادله و اگر این شرط درش وجود داشته باشه شما میتونیم بگین که خیلی خوب دیسپرژن سرعت ها در چه حدوده؟
برای اینکه انرژی سینتیک میتونیم بگیم اگر متوسط وی دو رو بگیرین سیگما دو و ضرب در سیگما دو ضرب در جرم ستاره ها مجموع جرم ستاره ها این خواهد شد انرژی سینتیک. از اون طرف انرژی پتانسیل عبارت است از جی ام تقسیم بر آر متوسط. پس بنابراین این سیگما دو ببینید ام وی دو این دیسپرژن ولاسیتیه وی دو وی متوسط به توان دو مساوی جی ام تقسیم بر آر، این دو برابر انرژی سینتیک مساوی انرژی پتانسیل. وقت بعد برای یک خوشه کشکشان یا خوشه کشکشان کم بیش و ریالش داشته باشد میتوان فرمول زیر را برای تخمین بزرگی تابش گرانشی به کار برد، حالا که در آن ام جرم و آر اندازه کهکشانه. بیشتر از این توضیح ندادم. و اما آشکار شدن صفحه همین تخت با کنم، یه عرض داره یه طول داره و یه زخامت. اون وقت یه موج گرانشی بیاد رد بشه، یه موج گرانشی در هر حال وقتی که از این رد میشه فضای اطراف این رو مادامی که موج رد میشه این رو متلاطم میکنه، بنابراین طول این یه خودی کم و زیاد میشه، نه اینکه این کوچیک بزرگ بشه، ولی فضایی که اینجا هست، فضایی که اینجا هست این طرفش ممکنه که نوسان بکنه و این طول ممکنه کوچیک بزرگ بشه، ولی این یکی طول بزرگ کوچیک نخواهد شد. تجربه میکنه اگه موج گرانشی بیاد این فضا خاصیتش عوض میشه، برای اینکه طولی که شما اینجا اندازه میگیرین جی یک یک اگر امتداد یک باشه دی اکس یک به توان دویه. حالا اگر این جی بر حسب زمان تغییر بکنه این طولی که شما اندازه میگیرین تغییر کرده. اگر جی دو دو عوض نشه این طول عوض میشه ولی اون یکی طول عوض نمیشه. درست؟ خیلی. حالا چیزی که اتفاق افتاده در اون دور دورا در فاصله چند میلیون یا میلیارد سال نوری، میلیون بود یا میلیارد بود؟ یک و سه دهم میلیارد سال دور دو تا بلک هول که دور هم میچرخیدن افتادن توی هم، یعنی یه تغییر ناگهانی بسیار بزرگی اتفاق افتاده و این تغییرات در مود گرانش اطراف منتشر شده با سرعت نور آمده به ما رسیده. ما اینجا یه دستگاهی داریم، این انترفرومتر. اینا رو چی میگفتن؟ انترفرومتر فابری‌پرو؟ بله. این انترفرومتر به این ترتیب کار میکنه. یه چشمه نور داره، یه تیغه‌ای داره در اینجا که نصف این نور رو منعکس میکنه به پایین، بر میگردونه رد میکنه میرسونه به این دیتکتور، نصف دیگرش رو میفرسته به این آینه، این آینه بر میگردونه میفرسته از رد میکنه میفرسته به این دیتکتور.
و بعد ببینیم چی اتفاق میفته. دو تا نوری که میان، من الان این سیگنال بگیرم، این بیاد اینجا، بیاد اینجا، بره اینجا، و این بیاد رد بشه، بخوره به اینجا، بیاد اینجا، بره به اینجا. اون وقت این دیتکتور دو تا سیگنال از دو راه مختلف بهش رسید. و این دو تا راهی که من انتخاب کردم اتفاقا اندازه‌شون یکسان بود. پس بنابراین یه فرنج روشن میدن. درسته؟ البته یکم اینور یه فرنج روشنی وسط، یکم اینور، یکم اینور فرنج تاریک، بعد روشن تاریک، روشن تاریک، و مطابق اون چیزی که در آزمایشگاه از فابریپرو میشناسیم. حالا فرض بکنید که در همین هینی که لیزر ما روشن بود، این دستگاه دیتکتور داشت کار میکرد، یه موج گرانشی آمد و از اینجا رد شد. وقت این طول رو یه مختصری کم و زیاد کرد. وقت اون سیگنالی که می اومد اینجا رد می شد می رسید اینجا، کوتاه‌تر خواهد بود یا بلندتر خواهد بود از این چیزی که می اومد اینجا و می رفت اونجا. و بنابراین اون پترن فرنج یک کمی جا به جا می شه. خب البته این کاری که واقعا انجام داده شده و منتها خب این دستگاه پیچیدگیاش چی بوده الان یه مقدار بهشون میرسیم. این بازوها هر چقدر بلندتر باشن رزولوشن دستگاه و دقت دستگاه بیشتر خواهد شد، برای اینکه ما میخواییم یه مختصری این راه نوری که عوض شده در اینجا، اون مختصر تغییر بسیار بسیار اندک اون تغییر راه رو دیتکت بکنیم. اینی که این سیگنالی که میاد یه دفعه نمیبرن بیارن اینجا، میارن میبرن اینجا، پر میگردونن میبرن چندین بار، بعد از مثلا الان اونجا عدلشی نگاه میکنیم چندین بار بردن و آوردن و همینطور این یکی رو. بردن این کار رو میکنن. و خود این بازوها اونم نمیدونم چند متری، اگر اینجا داشته باشم، از این دستگاه دو تا وجود داشته برای اینکه بتونم با هم مقایسه بکنن. تداخل سنج لیزری در هانفورد، حتما هم باید لیزری باشه، با چیز با توان بسیار بالا، برای اینکه میخوام این نور رو چندین صد بار بین این آینه ها و این اون تیغه وسطی که نور رو دو میشکافه و دو قسمت میکنه میفرسته کد بکنیم، و لیزر حتما باید های پاور باشه که آخر سر بعد از این همه رفت آمد یه چیزی بمونه برای اندازه گیری. تداخل سنج لیزری در هانفورد در ایالت لوئیزیانا، این شرق آمریکاست، و تداخل سنج دوقلوی دیگر در لیوینگستون در ایالت واشنگتن که غرب آمریکاست. دو تداخل سنج به فاصله 3002 کیلومتر از هم دیگر قرار دارند. میدانیم هر تداخل سنج دو بازوی عمود بر هم دارد. نور ورودی به یاری یک باریک شکن، باریک شکن اون چیز بیم اسپلیترون و سطحی ها رو داره میگه. بیاری یک باریک شکن به دو بازوی عمود به هم فرستاده شده و دوباره برگردانده شده و در آشکارساز فرانچای تداخلی تشکیل میدهند. در تداخل سنجهای لیگو، اسم این دستگاه لیگوه، طول بازوها 4 کیلومتر است.
باریکه های نور چندین بار آن را می روند و بر می گردند. انتظار می رود اگر موج گرانشی از تداخل سنج بگذرد، طول یک یا هر دو بازوی تداخل سنج کم و زیاد شود. ترتیب فرانژا به هم بخورد و موج گرانشی آشکار شود. تداخل سنج های دوقلو در 14 سپتامبر 2015 در ساعت 9:15 دقیقه گرینیچ چنین تغییر را آشکار کردند. کوشش 100 ساله جویندگان موج گرانشی به بار نشست و برگ دیگر بر اعتبارنامه گرانش انیشتن افزوده شد. دانشمندان تیم لیگو تخمین می‌زنند که جفت سیاه چاله در فاصله 1.3 میلیارد سال نوری بوده و جرمی برابر 29 و 36 جرم خورشید داشتند و در فرایند برخورد انرژی برابر 3 برابر جرم خورشید در کسری از ثانیه گرانشی دست که ثانیه به موج گرانشی تبدیل شده است. ببینید موج گرانشی وقتی که میاد بیرون انرژی داره دیگه، نیست؟ انرژی را از کجا آورده؟ از تبدیل انرژی، از تبدیل جرم به صورت انرژی از دو تا سیاه‌چاله‌ای که بودن. سیاه‌چاله‌ها چقدر بود؟ 19 و چقدر بود؟ چند تا و چند تا؟ 29 و 36 چقدر میشه؟ 59 69 65 65 جرم خورشید بوده. سه جرم، به اندازه سه جرم خورشید این تبدیل انرژی به انرژی تبدیل شده و این انرژی عظیمی که یه مختصرش رسیده به زمین و رد شده رفته، اونم در کسری از ثانیه رد شده رفته و وقت این آزمایشگران خوششانس بودن که در اون کسری ثانیه اون رو تونستن دیتکتش بکنن. یه نکته دیگر هم در اینجا میگه آشکارساز لیوینگستون موج را 7 میلی ثانیه زودتر از آشکارساز هنفرد دریافت کرد و نتیجه گرفته شد که جفت سیاه‌چاله‌ها در نیمکره جنوبی آسمان بودند. اینا سه کیلومتر از هم فاصله دارند. اگر از مشکل لیوینگستون اول باشه بعد هنفرد، این 3 کیلومتر با سرعت نور در 3000 کیلومتر با سرعت نور در چند ثانیه میشه پیمود؟ 1 ثانیه. نه. چی 1 ثانیه؟ 1/100 ثانیه. این 7 چقدر؟ 7 میلی ثانیه، 7/100 ثانیه. پس بنابراین این سورس لیوینگستون و هنفرد در یه امتداد نبودن، یه کمی فاصله داشتن و این بازوها طوری بوده که نور 7 میلی ثانیه زودتر به لیوینگستون رسیده تا به چیز، و این سورس بنابراین میباستن نیمکره جنوبی بوده باشه با توجه به این که موقعیت ها اینا چی هست. این گزارش مال سپتامبر 2015، این کتاب منم همون زمان است. بعدا دیدکشن های دیگری هست. الان اروپا اسکاه های ویرگو رو داره، این لایگوه، اسکاه های ویرگو رو دارن. اینترنت داره یه نگاه بکنیم ویرگو رو. ویرگو گراویتیشنال ویو دیتکتور یا همچین چیزی. آره زیاد شده. بله بله.
خیلی آزمایش حساسیه. اون بازوها اگه زمین مختصری لرزش بکنه یا مثلا یه تریلر بزرگ رد بشه از کنارش، تمام این لرزش ها، یا یه بادی بیاد دمای این فاصله 3000 کیلومتر رو یه خورده جا به جا بکنه. بالاخره هرچی از نور داره میره و میاد دیگه، و نور به ضریب شکل سرعت انتشارش به ضریب شکست هوا بستگی داره، گرم و سرد بشه هوا در این فاصله روی بازوها که 4 کیلومتره. تمام اینا سبب خواهد شد که این بازوها فرق کنه. ببینید دو بازوی چیز، بازوهای انترفومتر 4 کیلومتر بود؟ بله. در این فاصله 4 کیلومتر بادی نیاد، اختشاشات دمایی به وجود نیاد، برای اینکه این دفعه نوری که میاد میری این فاصله ها رو، و از ضرب شکست هوا روی مسیر راه نوری رو عوض میکنه. بخونیم بینیم به انگلیسی آوردین یا به فارسی؟ چی؟ میگه ما نکنم شما 4 کیلومتر خلا هم میتونی ایجاد بکنی؟ چهار کیلومتر لوله خلا؟ نمیدونم. آره؟ ولی خب اون کسی که این کار را میکنه اونم بده ببینیم. من هم این چیزهای ریز رو نمیتونم خوب بخونم. Virgo interferometer is a large interferometer designed to detect gravitational wave predicted by the general theory of gravity, of relativity. Virgo is a Michelson interferometer that is isolated from external disturbances. It is an interferometer that is isolated from internal disturbances, external disturbances. چگونه؟ The mirrors and instrumentations are suspended and its laser beam operates in a vacuum. Laser beam operates in the vacuum. آره مثل اینکه این کار توی وکیوم داره کار میکنه. The instrument's two arms are 3 kilometers long and located in Santo Stefano in اسپانیولیه، این ماسراتا نیر دی سیتی آف پیزا ایتالی. این ویرگوه. بله این میگه وکیومه. ویرگو is part of a scientific collaboration of laboratories from 6 countries: Italy and France, Netherlands, Poland, Hungary, Spain. Other interferometers similar to Virgo have the same goal of detecting gravitational waves, including the 2 LIGO interferometers in the United States at the Hanford site and Livingston, Louisiana. Since 2007, Virgo and LIGO have agreed to share and jointly analyze the data recorded by their detectors and to jointly publish their results. Man. خب من این رو امروز تمام میکنم و فردا میرم سراغ فصل بعدی که آسونه داستان و
بعدی.